پای رومنسی یا کفبینی یک عمل باستانی و اسرارآمیز است که در جهت کشف ویژگی‌های منحصر به فرد و توانایی‌های عرفانی افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عمل که از طریق مطالعه کف دست انجام می‌شود، هم‌اکنون در سراسر دنیا رواج دارد. اما قدمت آن به جادوی باستانی سومری، بابلی و پارسی باز می‌گردد که در طالع‌بینی هند باستان و فالگیری کلی‌ها در هزاران سال پیش نیز مورد استفاده بوده. این هنر از هند به چین، تبت و سایر کشورهای اروپایی گسترش یافت و در یونان باستان پیشرفت کرد. در جادوی رنسانس که تجدید حیات هنرهای جادویی هرمتیک و نوافلاطونی بود، کفبینی با نام کایرومنسی به عنوان یکی از 7 هنر ممنوعه محکوم شد و در طول قرن 16 توسط کلیسای کاتولیک رسماً سرکوب شد و پاپا مجازات‌های سنگین را بر علیه تمام روش‌های پیشگویی از جمله کفبینی صادر کردند. در واقع کفبینی منبع بسیار قدرتمندی از اطلاعاتی ارزشمند است که بینشی عمیق را در مورد بدن فیزیکی و روح انسان ارائه می‌دهد. در کف دست نشانه‌هایی وجود دارد که نشانگر استعدادها و قدرت‌های باطنی و پنهانی انسان هاست. در این ویدیو ما از 5 علامت مهم کف دست نام می‌بریم و اطلاعاتی از آنها به شما ارائه می‌دهیم که نمایانگر ارتباطات و معانی معنوی هستند و نشان می‌دهند آیا شما دارای قدرت‌های عرفانی باور نکردنی هستید. اما پیش از شروع توجه داشته باشید، علائمی که به شما نشان می‌دهم ممکن است مربوط به زندگی گذشته شما باشند که رد خود را بر کف دستتان به جا گذاشتند. لطفاً قبل از تماشای این ویدیو چنل را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما زنگوله را فعال کنید تا از آپلودهای بعدی ما با خبر شوید. اولین علامت مهم یک صلیب مخفی است که به صلیب عرفانی نیز معروف است. این یکی از قدرتمندترین نشانه هاست که بین خط قلب و خط سر قرار دارد. افرادی که این علامت را در کف دست خود دارند، از سنین بسیار پایین از قدرت‌های جادویی برخوردار بودند و از وجود آنها آگاهی داشتند. چنین افرادی به دلیل برخورداری از قدرت‌های روانی عظیم، در دوران باستان به عنوان جادوگر و ساحره شناخته می‌شدند. این افراد تمایل طبیعی به علوم غیبی و خرد محرمانه دارند و دارای درک شهودی قوی هستند که همین موضوع باعث می‌شود آنها از نظر روانی بسیار قدرتمند باشند. دومین علامت صلیب روانی یا صلیب روحی است که یکی از مهمترین ها در بین تمام نماد هاست. در ریشه هر انگشت نشانه هایی وجود دارد که هر کدام نشان دهنده یک موجودیت مختلف از سیاره ای متفاوت است. بنابراین زمانی که نماد صلیب روانی را در ریشه انگشتان هر کسی مشاهده کردیم، ابتدا باید ببینیم که نماد در پایین کدام انگشت قرار دارد و چه معنایی می‌دهد. اگر این نماد در انگشت اشاره فردی باشد، نشان دهنده مشتری است که به معنای خوش‌شانسی است. این بدان معناست که انرژی مشتری در کنار شخص است و فرصت‌های جادویی بسیاری در زندگی او به وجود می‌آید. فرصت‌هایی که کمک می‌کنند تا فرد به موفقیت برسد. صلیب روانی در انگشت اشاره نشان می‌دهد که فرد ظرفیت عجیب و قابل توجهی برای فراگیری خرد و حکمت جادویی دارد و می‌تواند در این زمینه بسیار قدرتمند شود، زیرا از توانایی جذب دانش برخوردار است و ممکن است معلمان حکمت جادویی به او جذب شوند. اگر صلیب روانی در انگشت میانی فرد قرار داشته باشد، نشان دهنده زحل است که به عنوان سیاره جادوگران نیز شناخته می شود. کسی که این علامت را دارد، ممکن است به یک معلم معنوی قدرتمند تبدیل شود، زیرا توانایی یادگیری قدرت‌های جادویی را دارد که البته این قدرت‌ها را از طریق تجربیات خود فراخواهد گرفت.
همین توانایی باعث می شود او به راحتی تمام با مشکلات و سختی ها روبرو شود و آنها را حل کند. مدیتیشن برای این دسته از افراد معجزه می کند، به طوری که موجب می شود تا از طریق رویاهای شفاف راه حل مشکلات را بیابند و اتفاقات را پیش بینی کنند. صلیب روانی در انگشت حلقه نشانگر خورشید است. کسانی که این علامت را دارند به این معنی است که توسط آپولو خدای خورشید پیشگویی، راستی، درمانگر و هنر سعادت یافته و متبرک شدند. این افراد از قدرت جذب بسیار بالایی برخوردارند و می توانند خواسته های خود را در زندگی جذب کنند. صلیب روانی در انگشت کوچک نشانگر عطارد است که از هزاران سال پیش با پیشگویی و جادو مرتبط بوده. افرادی که این نماد را دارند با قلمروی اسرار، سحر و عرفان گره خوردند و اساساً متولد شدند که عاشق جادو باشند و در آن مهارت داشته باشند. این دسته از افراد توسط هرمس، خدای حکمت و دانش محافظت می شوند. هرمس تولد آنها را برکت داده و آنها را ذاتاً به جادوگر قدرتمند تبدیل کرده تا از نیروی قلب خود در جهت رشد و تکامل بهره ببرند. در واقع صلیب روانی در این چهار انگشت تنها یکی از علامت‌های کفبینی است. سومین علامت مثلث روانی است. مثلثی هرمی شکل که در پایین انگشت حلقه قرار دارد. داشتن این علامت بدان معناست که فرد به دلایلی عمدی یا ناخواسته قدرت‌های مهم و پنهانی خود را مسدود کرده. مسدود کردن قدرت‌ها ممکن است به این دلیل باشد که یا فرد در زندگی گذشته خود مرتکب اشتباه و جنایت شده یا از قدرت درونی خود در جهت تاریکی استفاده کرده. مسدودی قدرت در واقع یک مکانیسم دفاعی است. هر بار که فردی از طلسم‌های تاریک برای صدمه زدن به کسی استفاده می‌کند یا در اراده ی آزاد دیگران تداخل ایجاد می‌کند، باعث به وجود آمدن کارمای بد می شود که این کارمای بد در نهایت به خود فرد باز می گردد. مثلث روانی بیشتر شبیه به یک زندان است. زندانی که جادوی افراد در آنجا محبوس شده. مثلث کف دست می تواند به این معنی هم باشد که شخص دیگری باعث قفل و محدود شدن قدرت ها شده. البته مراسم پاکسازی و مراقبه های بیداری برای این دسته از افراد بسیار مناسب خواهند بود و می توانند به آزادسازی قدرت ها کمک کنند. چهارمین علامت شفا دهنده نام دارد که با چهار خط موازی یا بیشتر در پایین انگشت کوچک مشخص شده. دارنده این علامت یک شفا دهنده بسیار قدرتمند است که می تواند احساسات و قلب افراد را لمس و درک کند و راهکارهای دقیق برای التیام زخم‌های عاطفی و جسمی آنها بیابد. شفا دهندگان درمان را برای کمک به دیگران انتخاب کردند و زندگی خود را وقف مردم می کنند. از این رو اکثر کسانی که این علامت را دارند یا پزشک هستند یا روانشناس. علامت شفا دهنده مانند فلزات عطارد است که با خدای شفا و درمان هرمس مرتبط است. تعداد خطوط معنی به خصوصی دارد. 4-5 خط نشان دهنده یک درمانگر قدرتمند است. 6-7 خط نشان می دهد که از پیش تعیین شده تا فرد یک شفا دهنده باشد. بیشتر از 8 خط به این معنی است که فرد در زندگی‌های قبلی خود به هنر شفا دادن تسلط داشته و در این زندگی نیز بر آن مسلط خواهد شد. در واقع هرچه تعداد خطوط بیشتر باشد، قدرت درمانگر نیز بیشتر است. البته برای تسلط بر هنر شفا لازم است افراد به خوبی تمرین کنند و شنونده بسیار خوبی باشند و مانند شفا دهندگان خردمند باستانی با تمرکز بالا بر هنر درمانی خود تسلط یابند.
پنجمین علامت خطوط سفر اختری نام دارد که با نماد یک ماه و خطوطی در زیر ماه مشخص می شود. این علائم نشان دهنده یک توانایی طبیعی برای فراتر رفتن از مکان و زمان است. کسانی که این علامت را دارند برای سفر به هر دو سطح فیزیکی و اختری آماده هستند و ذاتاً برای این کار متولد شدند. آنها توانایی طبیعی برای تبدیل شدن به یک روح بزرگ را دارند و می توانند هر زمان که بخواهند از طریق فرافکنی اختری به جهانهای مختلف و پادشاهی‌های شمنها و جادوگران سفر کنند. آنها همچنین می توانند طلسم و جادو انجام دهند و با موجودات ماورایی نیز ارتباط بگیرند. آیا شما هم از دسته این افراد خارق‌العاده هستید؟ اگر یکی از این نمادها را در کف دست خود دارید، حتما در بخش نظرات برای ما بنویسید.